موضوع دیگر امروز در باغ فرهنگ و فراغتی به نام ابوالقاسم فردوسی شهر دوشنبه بخشیده به سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی فستیوال آشی پلاو برگزار گردید که مقصد از برگزاری آن معرفی فرهنگ والای دستورخوانداری مردم تاجیک ترغیب و تشویق بیشتری هنری آشپزی حفظ ارزش‌های ملی و ارج‌گذاری به میراث فرهنگی خلق تاجیک میباشد در این فستیوال بهترین آشپزها از تمام شهر و ناحیه‌های مملکت اشتراک نمودند یادآور می‌شویم که حکومت جمهوری تاجیکستان سال 2015 پیشنهاد نمود که آشی پلاو در فهرست یونسکو اوید به میراث فرهنگی غیرمادی وارد کرده شود این پیشنهاد 2 دکبر سال 2016 قبول کرده شده است گزارش خبرنگارانی ما در اساس دستور و سفارش‌های اساس‌گذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان با تشبث مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه در باغ فرهنگ و فراغتی به نام ابوالقاسم فردوسی پایتخت فستیوال آشی پلاو برگزار گردید باید تاکید نمود که جوهر اساسی فستیوال دیگی بزرگ با گنجایش یک تونه محصولات که از جانب شهر دوشنبه در درآمدگاه باغ گذاشته شده بود به شمار می‌رفت در آن در یک وقت یک تونه آشی پلاو کرده شده با این مقصد 8 نفر آشپزان جلب گردیدند استفاده چنین دگی کلونی آشپزی و اومده نمودن آش پلو در آن بار اول می باشد که در شهر دوشنبه صورت گرفته آشپزان از ساعت 1 شب به پختن آش آغاز کردند برای اومده نمودن آش پلو در آن 250 کیلوگرم برنج 350 کیلوگرم سبزی 200 کیلوگرم گوشت 40 لیتر روغن زغیر 50 لیتر روغن افتاب پرست 1 کیلوگرم مرچ 1 کیلوگرم زیره 5 کیلوگرم مویز و 1 کیلوگرم غوره زلال یعنی بربریس استفاده گردیده است تذکر باید داد که با مقصد ترقی دادن سوهای سیاحی معرفی شایسته امکانات های سیاحی مملکت و فرهنگ ملی در عرصه بین المللی اینچنین رشد و ترقی هنرهای خلقی سال 2018 در کشور از جانب اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی اعلام کرده شده است در این فستیوال مذکور با مقصد معرفی نمودن فرهنگ دسترخوانداری، ترغیب و تشویق هنرهای آشپزی، حفظ ارزش‌های ملی و ارج‌گذاری به میراث فرهنگی خلق تاجیک در دایره تجلیل سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی تشکیل شده، در آن بهترین آشپزان از 10 ناحیه و شهر و ولایت‌های کشور هنری پزندگی خود را پیشکش ساکنان و مهمانان شهر دوشنبه گرداندند. با تشبث اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان آش پلو جهان به معرفی کردن از همون سال سر کرده آزمون آش پلو دایر شده ایستاده است این به نسل نورس هنرهای ملی مردمی هم بنیاد تاجیک است در دایره برگزاری فستیوال آشی پلو در حدود باغ 400 دگ آشپزی از جمله 200 عدد از شهر دوشنبه ولایت سغد 50 دگ ولایت ختلان 50 دگ شهر تورسونزاده 15 ناحیه حصار 15 ناحیه رودکی 30 دگ شهر وحدت 10 دگ گذاشته شده از جانب هنرمندان ساحه طباخی بیش از 10000 کیلوگرم آشی پلو آماده گردید از جمله برای مهمانان و حکمان آزمون نمودهای گوناگون آشی پلو ملی مانند آش پلو با برنج دوزیره، آش پلو با برنج کنجه، آش پلو با گوشت کبک، آش پلو با کبک کوهی، آش پلو با روغن زغیر و تخم خربوزه، آش پلو با قزی، آش پلو با کشمش، آش پلو با تخم بدونه، آش پلو با گوشت مرغ و غیره تیار و پیشنهاد کرده شد. در این فستیوال مذکور هنرمندان آشپزان بهترین از تمام گوشه و کنار جمهوری شرکت ورزیده نمودهای گوناگون آش پلو را به نمایش گذاشته آماده کرده به نمایش گذاشتند آش پلو یکی از خوراکهای قدیمی مردم تاجیک بوده در هر یک خاندان تاجیک مهمان را با آش پلو پیشواز میگیرند آش پلو یکی از خوراکهای بهترین مردم تاجیک میباشد و در برابر آش پلو اینچنین محصولات های نانی قنادی
دیگر نمودهای میوه‌گی سبزیجات‌ها در فستیوال مسکور با نمایش گذاشته شدند و من فکر می‌کنم که با برگزار نمودن چنین فستیوال‌ها چنین آزمون‌ها آنمون همه خوراک‌های ملی طعم‌های ملی که از بین رفته بودند اثر نام احیا گردیده باز هم مردم ما آنمون عج گذاری با نمو آنانه و رسم‌های خود می‌نمایند. در فستیوال اوشی پلاو یوردمچی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید با مسئله های رشد اجتماعی و رابطه با جامعه عبدالجبار رحمانزاده نمایندگان مخامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه اشتراک کرده از نمونه اوش های گوناگون که در اینجا به طرز وسیع به نمایش گذاشته شده بود دیدن کردند. در برابر این در گوشه های گوناگون باغ از جانب اشتراکچان جشنواره نمایندگان شهر و ناحیه های مملکت نمایش هنرهای مردمی تشکیل گردیده در آنها انواع گوناگون اسباب و انجام و لوازمات ملی مربوط به آش پلو به معرض گذاشته شدند. ما خیلی خرسند هستیم که در این چهارابینی آش ما اشتراک میکنیم و هنرهای مردمی همون را به هر یک نفری تاجیکستان نشان میدیم و همین آزمون گشته همه هنرهای مردمی را از خود کرده. من باز میخواهم که چنین آزمون ها خیلی زیاد شوند. گوشه محصولات آش پلو در یک جانبی باغ برای نفرانی که به واسطه در خانه خواهش پختن آش پلو را دارند فراهم آورده شده بود. همچنین هنرمندان و پزندگان از گوشه های گوناگون شهر نمایش محصولات نانی قنادی را پیشکش ساکنان و مهمانان پایتخت کرده بودند. باعث خرسندی است که امروز با تشبوس رئیس حکومت شهر دوشنبه رستم امام‌علی در باغ فردوسی پایتخت آزمون آش پلو برگزار گردیده استوده است. از اون جمله کل مردم ناحیه رودکی در این آزمون فعالانه اشتراک نموده. امروز ما شاهد آن گشتیم که با محصولات های نانی و قنادی، با محصولات های آشی، با هنرهای مردمی، دسترخوانی ملی آش پلو و با پختن آش پلو سرگرمند. ما باوری داریم که این آزمون با نفوذ در سطح بلند جمهوری برگزار می‌گردد. در گوشه های گوناگون باغ باشد انواع گوناگون میوه‌جات و پاریزی و محصولات کشاورزی همچنین محصول دست زنبور پروران پیشنهاد گردیده بودند. بهره مهمانان و اشتراکچیان فستیوال آش پلو گوشه گیاهدرمانی تشکیل کرده شده بود که نمودهای گوناگون گیاه و رستنی های شفابخش و چای های از آنها آماده گردیده پیشکش کرده شدند. سفت و نوای کرنای و سرنای شعر و سرود و ترانه ها در وصف آش پلو به فستیوال آش پلو شکوه و شهامت ایدانه بخشیده مکان برگزاری فستیوال را به بزمگاه تبدیل دادند. هر نفری که از فستیوال آش پلو دیدن نمود از طمع و لذت آش پلو بهره‌ور گردید. با این مقصد در راهروهای باغ میز و کرسی ها گذاشته شده بودند که ساکنان و مهمانان پایتخت توانند نشسته از آش پلو تاجیکی بهره‌ور گردند. با مقصد معین نمودن آشپز بهترین کمیسیه مخصوصی با صلاحیت عبارت از متخصصان و کارشناسان ورزیده برای سنجیدن هنر آشپزان تأسیس شده شده بود که از روی مقررات معین مهارت آشپزان و سطح و صفت آش پلو از جانب آنها آماده گردیده را بهاگذاری نموده بهترین ها را معین کردند. طبق نظامنامه فستیوال غالبان از روی 5 نامینیسیا از جمله شاه جایزه آزمون بهترین آش پلو و نامینیسیا های بهترین دستورخوان آش، بهترین خورش برای آش پلو، آرایش بهترین طبق آش پلو و بهترین آشخور معین کرده شدند. مورد به ذکر است که از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه برای غالب شاه جایزه فستیوال بهترین آش پلو جام و مکافات و برای برندگان نامینیسیا های دیگر فستیوال بهترین دستورخوان آشی، بهترین خورش برای آش پلو، آرایش بهترین طبق آش پلو و بهترین آشخور مکافات ها مقرر گردیده بودند. همین طریق پس از تحلیل و بررسی و معین نمودن طعم و لذت، صفت و آرایش محصولات پیشنهاد گردیده از جانب هیئت حکمان برنده شاه جایزه بهترین آش پلو و غالبان نامینیسیا های دیگر فستیوال معین گردیدند. یادآور میشویم که سال 2015 حکومت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد نمود که آش پلو را به فهرست رپرزنتاتیوی یونسکو اوید به فرهنگ غیرمادی در نامینیسیای آش پلو همچون خوراک عنعنوی و فضای اجتماعی و فرهنگی آن در تاجیکستان ثبت گردد. خرسندی بخش است که آش پلو تاجیکی در جلسه 11 بین دولتی یونسکو اوید به حفظ میراث فرهنگ غیرمادی که از 28 نوامبر تا 2 دکامبر سال 2016 در اتیوپیا برگزار شد در فهرست رپرزنتاتیوی یونسکو
رسما ثبت شدند. امروز آشپزان کسبی تاجیک بیشتر از 130 نوع آش پلو را آماده می نمایند که از آش پلو کشورهای دیگر با خصوصیات خاص خود فرق می نمایند. برگزار نمودن فستیوال آش پلو در شهر دوشنبه بهر بریده خاطری ساکنان و مهمانان پایتخت نقش مهم گذاشته، در برابر این جهت حفظ و ارج‌گذاری و معرفی صنعت آشپزی مردم تاجیک اهمیت خاص دارد. نوریدین قربان، بابوکلان امینزاده، بهادری قربان، بهادری استم، رجب علی محمدعلی، دوشنبه اخبار.